علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما همراه ما هستم. آقای مصلح، چرا اکران نوروزی امسال بی رونق بود و فیلم‌ها اونطور که باید و شاید فروش نرفتن؟ ببینید، این روند ریزش مخاطب همونجور که در گزارشتون اومد در سالهای بعد از انقلاب یک اتفاق ثابت بوده. از دهه 90 سرعت گرفت و از ابتدای سال 99 با شیوع کرونا دیگه به اوج خودش رسید. امسال در اکران نوروزی امسال سینماها با کل ظرفیتشون میزبان تماشاگران بودن، ولی الان بر اساس آماری که اون سامانه سنفا که متعلق به دولت منتشر کرده، متوسط ضریب اشغال هر سانس 23 نفره که این در خارج از تهران، یعنی خارج از استان تهران 19 نفره و در تهران 27 نفر و این خب فاجعه است. و میشه گفتش که در این 3 هفته‌ای که اکران نوروزی بوده بین 0.5% تا 1% مردم رفتن سینما. اینا در واقع یه بخشش به خاطر سانسور و محدودیت، یک بخشش به خاطر شیوع کرونا است و به طور کلی اتفاقی که افتاده، سینما به تدریج از سبد سرگرمی مردم خارج شده. افزایش قیمت بلیت در آستانه سال نو هم تاثیر داشت. شما فکر کنید که با این قیمت‌های بلیت 40-45 هزار تومان یک خانواده بخواد بره، یک رقم قابل توجهی رو باید صرف بکنه و مثلا ترجیح میدن برن سراغ سرگرمی های دیگه. ضمن این که سفرهای نوروزی هم بعد از 2 سال رونق گرفت. به شکل سنتی اکران نوروزی معمولا فروش اصلیش بعد از تعطیلات نوروزه، ولی دقت کنیم که امسال بلافاصله ماه رمضان شروع میشه و خیلی چشمانداز تیر و تاری وجود داره برای اکران امسال. فیلم های طنز هم کم نبودن امسال. چرا فیلم های طنز که حالا در نوروز می‌دیدیم خیلی با استقبال مردم مواجه میشن، حتی اونها هم مورد قبول مردم قرار نگرفتن؟ ببینید، از این 7 فیلم اکران شده میشه گفت حدودا نصفشون فیلم های کمدی هن. فیلم هایی که مثلا فیلم سگبند که الان صدرنشینه با 13 میلیارد تومان فروش، این اصلا جزء گزینه های اکران نوروزی نبود، بعد از حذف فیلم لامینور اضافه شد. و حتی بین این 7 فیلم هم باز اون 2-3 فیلم کمدی موفق تر بودن. مثلا الان سگبند اول، شادروان سومه، ولی با توجه به اینکه موقعیت مهدی 1 هفته زودتر اکران شده، میشه حد زد که بعد از 1 هفته فروش فیلم شادروان بالا میره. یعنی حتی تو این فضا هم فیلم‌های کمدی بین همین تعداد محدودی که میرن سینما جذاب‌تره. و نکته مهم اینه که اون فیلم‌های غیر کمدی تو این تقسیم بندی مندرآوردی که این سال‌ها به وجود اومده به شدت شکست خوردن. یعنی فیلم‌های روز صفر و مرد بازنده که هر دو به نوعی یکیشون درباره یک پرونده امنیتیه و فیلم دیگه مرد بازنده رو محمد حسین مهدویان ساخته که به هر حال فیلم‌های جنجالی می‌ساخته، بسیار ناموفق بودن. کلاً ترکیب رفته به یک سمتی که الان حتی در شرایط فعلی فیلم‌های کمدی هم مثل سابق نمی‌فروشن. یعنی این 13 میلیارد تومانی که فیلم سگبند فروخته با این قیمت بلیت، میشه گفتش که در قیاس با کمدی‌هایی که قبل از دوران کرونا در ایران اکران می‌شدن، فروشش کاملا شکست تجاریه. ممنونم از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما همراه ما بودید.